با آنکه وضعیت مکاتب در ولایت بادغیس نسبت به سالهای گذشته بهبود یافته است، اما هنوز هم کمبود آموزگار، کتاب و ساختمان درسی در این ولایت دانش آموزان و مسئولان این اداره را نگران ساخته است. مسئولان در اداره معارف بادغیس میگویند که این اداره با چالش نبود آموزگار و صنف‌های درسی در شمار از ولسوالی‌های این ولایت مواجه است. زکریا رحمی رئیس معارف بادغیس میگوید که از میان 480 مکتبی که در ولایت بادغیس وجود دارد، تنها 160 مکتب دارای ساختمان میباشد. کمبود تعمیر است، کمبود معلم است و کمبود کتب است. ما در کل 480 مکتب داریم. در از جمله 480 مکتب تنها 160 مکتب ما دارای تعمیر می باشد و بقیه فاقد تعمیر می باشد. پس و در این زمان مشکل کمبود معلم هست. ما به کمبود معلم فعلا دچار هستیم. با این حال گفته های نیز وجود دارد که گویا حضور دانش آموزان با نبود ساختمان و آموزگار کم شده است، اما مسئولان آموزش و پرورش در بادغیس این گفته ها را رد می کنند. اما در گذشته ما نداریم این گپ رد کنیم که گپ نبوده. دقیقا این مشکل به حساب عدم معلم بوده، یعنی حضور شاگردا در مکاتب چشمگیر نبوده، ایر ما میپذیرم بوده. تو ما یک طرح نو روی دست گرفتیم که ما به تمام ولسوالی‌ها، به هر ولسوالی حداقل یک هفته خودم شخصا برم با مکاتب ببینم که چرا همچون مشکلاتی هست. پیش از این رئیس جمهور غنی با نواختن زنگ مکتب در مرکز کشور سال 1397 را سال حمایت از معارف اعلام کرد و همچنان وعده سپرد تا مشکلات فراراه معارف در کشور برچیده خواهد شد. مامورای ولایت صحبت میکردم، هم از نگنار هم از جوزجان شکایت اولشان از عدم موجودیت مکاتب بود. 6000 مکتب کم بوده، انشالله و تعالی تکمیل میکنیم. با وزیر صاحب انکشاف دهات محترم کریمی صاحب در این خصوص هدایت دادیم و 200 میلیون دلار بر از اختصاص داده شده. همچنین با وزارت محترم شهرسازی هدایت دادیم که 100 مکتبه که قسمت زیاد از این لیسه ها خواهد باشه توسط سیستم پیش ساخت آماده کنیم. رئیس جمهور غنی همچنان گفته است که سیستم رتب برای آموزگاران تا 27% سال 97 نافذ می شود تا آموزگاران شامل این سیستم آموزش و پرورش شوند. با این حال دیده شود که در سال 1397 چه تغییرات مثبتی در نظام آموزش و پرورش در کشور به ویژه حوزه غرب از جمله بادغیس به وجود می آید.